فروشی محتوای پیشنهاد خرید و فروش نیست و این رو یاد بگیریم که چیزی رو نفروشیم برای سرمایه گذاری کردن آره اگر پول اضافه دارین پول کنار دارین بریم بخرین اوکی سرمایه گذاری جالبیه اما هیچ وقت هیچ وقت نرین سرمایه که پول هایی که بهش نیاز دارین رو در واقع بذارین کنار و بذارین روی بیت کوین اگر ندارید به نظر من هنوز بیت کوین بیت کوین ارزونیه راجع به صحبت میکنیم اما من قبل از اینکه وارد این کار بشیم یک مقدار صحبت دیگه دارم راجبه یه سری چیزای دیگه میخوام صحبت بکنم می برمیگردیم به بیت کوین به سوالاتتون جواب خواهم داد میخوام یک سری صحبت تکنیکال بکنم میخوام راجبه سری چارت صحبت بکنم در مورد توییتر میخوام صحبت بکنم یک داستانی که اتفاق افتاد در طی دو سه ماه اخ... یکی دو ماه اخیر و یک در واقع کیس استادی هست که بهتر یاد بگیریم چطور باید با اخبار سر و کله زد و بازشون دست و پنجه که که چجوری باید به اخبار نگاه کنیم و یک نگاه کاملا جدیدی رو داشته باشیم نه تنها برای توییتر این رو صرفا به عنوان کیس استادی میشه استفاده کرد برای موضوعات دیگه و دیگه صحبتی که میخوام بکنم بعدش میام سراغ بیت کوین و به سوالاتتون جواب میدم و بعد از اون میریم سراغ تکنیکال های همیشگیمون سوالاتتون رو بپرسین چشم همین الان بهشون رسیدگی خواهد شد من از توییتر میخوام شروع کنم این تریدی بود که من خیلی کم سعی میکنم که در واقع در لایف ها بحث سیگنال رو مطرح کنیم بحث اینکه من بگم شما کی بخریم و من هیچ وقت نمیگم شما کی بخرین اما این یه اتفاقی بود که اتفاق واقعا جالبی بود و یک ترید خیلی جالب خیلی خیلی جالب رو بهمون به داد ریسک ریواردش ها یک به دوازده رو امروز شکست بیاییم ببینیم چه اتفاقی داشت میافتاد ببینید من داشتم توییتر رو دنبال میکردم قیمتش رو و این خط روندی رو دیدم خب این رو حالا شما میتونید تبدیلش کنیم به هر بازار دیگه بازار بورس ایران به هر بازار دیگه قابل تعمیمه چه اتفاقی افتاد اینجا که بذار من زوم کنم اینجا اینجا این گپ رو میبینین این سقوط از 54 دلار تا 45 دلار یک سقوط ده دلاری اینجا اتفاق افتاد در طی یک آخر هفته بود چرا در طی یک آخر هفته اتفاق افتاد چی شد مگه این آخر هفته این همون آخر هفته ای بود که توییتر اکانت در واقع دونالد ترامپ رو بست و بقیه شرکت هم شروع کردن دنبال کردنش و خیلی خیلی اخبار منفی در مورد توییتر زیاد شد خب که آره توییتر کلی از رونوش از دست داد کلی از سودش رو به خاطر دست دادن ترامپ و از دست دادن کلی آدم دیگه از دست داد و محکوم به شکست تمام میشه توییتر گذشت وقت سیگنال بلا 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 اما اما اینا آره رو که بذاریم کنار و این روند چند روز هم ادامه داشت یعنی یک هفته هم این روند رو دیدیم خب اما اتفاقی که افتاد این بود که ما فقط اومدیم گفتیم آقا تکنیکال نگاه می‌کنیم باز دید تکنیکال ما یک خط روند خیلی تمیز داشتیم سه تا برخورد خیلی خیلی تمیز اینجا داشته برخورد چهارم صورت گرفت همزمان شد با چی؟ همزمان شد با این خط در واقع حمایتی که اینجا وجود داشت که قدیم مقاومت بود و الان تبدیل به حمایت شده بود پس پس و یه دونه کندل دوجی هم این پایین تشکیل داده شد انقدر قیمت زیاد تغییر کرده باید اینجوری زوم کنم و یه کندل دوجی هم اینجا تشکیل داده شد و گفتیم خب آقا همه چی آماده است برای چی برای ادامه حرکت به سمت بالا 20 ژانویه 2021 خب کمتر از یک ماه پیش کمتر از یک ماه پیش اینجا وارد ترید لانگ شدیم اینجا توییتر خریدیم با استاپ کجا با استاپ حدود 44 دلار خب گفتیم آقا اگه 44 بیاد پایین دیگه مال ما نیست در 46 و نیم دلار وارد توییتر شدیم و ببینید بعد از اون چه اتفاقی افتاد دوستان اخبار معمولا بر خلاف اون چیزی که شما فکر کنید نتیجه خواهند داد در کوتاه مدت دقیقا همون چیزی که به نظر میاد نتیجه خواهند داد اما در طولانی مدت اینطور نیست روند رو داریم میبینیم آیا این تنها چیزی بود که نگاه کردیم و به نتیجه رسیدیم نه همزمان داشتیم به چی نگاه میکردیم همزمان داشتیم به شاخص ها نگاه میکردیم شما شاخص ها نگاه میکردیم دیدیم که نه شاخص ها مثبتن شاخص ها قوی پس هر ساعت تک سهمی در شاخص ها میتونه برای ما جذاب باشه نکته مهم دیگه آیا وقتی رسیدیم اینجا سودمون رو برداشتیم آیا از ترید خارج شدیم خیلی ها توی این کورس هایی که من دیدم اغلب دوستان میفرستن برای من میگن که آره ما ریسک ریوارد یک به دو یک به سه رو که میگیریم دیگه خارج میشیم نه چرا چرا وقتی میتونین یه ریسک ریوارد 1 به ریوارد یک به دوازده یک به سیزده بگیرید و در ریسک به یک یا دو خارج بشید حواستون باشه رمز سود کردن در بازار اینه که اجازه بدین به برنده هاتون که ادامه ی حرکت بدن بسیار عالی بسیار عالی خب